اشکال داره این سیمان اینجوری وارد به اصطلاح بورس بشه، گرچه اون ورش هم میبینیم ممکنه اجبارهایی باشه که من خدمتتون عرض کردم که خب مثلا فرض کن یکیش این بوده که شاخصهای بورس رو ببرن بالا، ممکنه یه موقع ممکنه که خدمتتون عرض کردم که بگن آقا قند خون کیهانی انقدر زیاده و پاش قطع کنه، خب یه بحثیه، ولی راهکار داره، اونم راهکار داره بردن تو بورس صلاح نیست و هنوز هم ما به نفع کشور نمیبینیم و به نفع یه عده خاصی میبینیم. خب و میدونیم هم که دلالی واسطه‌گری بیشتر میشه، اینم میدونیم اگه مشخص اصلا این چند وقت معلوم بوده. فرمول جدید پس از 40 سال از طرح فرمول قدیمی قبلی در تاریخ بهره برداری از راه بوده و افتخار بزرگی برای جامعه مهندسی راه ایران به شمار می رود. یعنی برای جامعه مهندسی، برای همه مهندس ها باعث افتخار. بعد از 40 سال و فرمول رفته کنار، اینا باید اینو ببینن که آقای به اصطلاح وزیر بدونه که خب به هر حال یا اشخاصی هم اصلا میتونن همکاری بکنن، میتونن راهنمایی بکنن، میتونن به اصطلاح عرض حضور شما که مشاوره بدن. و حیفه رئیس وقت مؤسسه استاندارد زمانی که آقای دکتر توفیق بود، بنده مشاورش بودم، تونستیم تولید، توزیع و مصرف مسائل ساختمانی رو ببریم و هیئت وزیران مصوبه بگیریم و چقدر زحمت کشیدیم تا تونستیم اینو به اصطلاح بیاریم توی کشور و همه انجام بدن، بهره برداریشو بکنیم، خدمت شما کارخونه جات عرض حضور شما تولیدشون استاندارد باشه، مصرفی که میکنن استاندارد باشه، دولت 100% اگر گوش کنه به حرف مردم موفق میشه. کما اینکه همین قضیه راه ها رو که من برای شما گفتم، روزی بود که رئیس جمهور وقت داشت میرفت مجلس، ما گفتیم اولین پیشنهاد مردمی، پیشنهادمون همین بود که بعدن هم رئیس جمهور برای ما عرض حضور شما که یه تقدیرنامه نوشت و تشکر کرد. خدمت شما عرض کنم که به هر حال اگر گوش کنن به حرفهای مردمی، اونایش که بالاخره خداشون هم چیز دارن دیگه، خداشون هم آدمایی دارن، کارشناسایی دارن، عرض حضور شما مشاورانی دارن، تو اون مشاورها مطرح بشه، تو مشاوره ها همون چیزیش که درسته حرف مردم رو بوش کنن، برای که مردم هم که حرف میزنن، مردم هم که اینا رو نگه داشتن، مردم هم که حمایت میکنن اینا رو، نباید بذاریم بیشتر از اینها عرض حضور شما که مسئله پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد، چون الان همه ناراحتن، ناراضین، از گرونی ناراضین، از این وضع ناراضین، حرف مردم رو بوش کنن. اگر بخوام باز گوش نکنن، هر کی یه چیزی گفت خوششون بیاد، کار درست نمیشه، میشه همون سابق. هر کی بیاد تعریفشونو بکنه، میشه همون سابق، کار درست نمیشه. ولی وقتی که به اینجا میرسه که سیمانو میدن دست هر کسی که هر کسی مصرف بکنه، آقا نه مهندس میخواد دیگه، نه رئیس دانشگاه میخواد، نه استاد دانشگاه میخواد، ما هم این دانشگاهی که درست کردیم برای بتون باید جمعش کنیم، فایده نداره که این همه زحمت، این همه زحمت به خاطر اینکه کار اصولی انجام بشه. در سالهای گذشته، سال 83-84 نشستن گفتن چون سوخت در ایران ارزونه، بیایم سیمان تولید کنیم و صادر بکنیم. اولا اون موقع سوخت ارزون نبوده، سوبسیدی که به کارخانجات سیمان میدادن سوخت رو ارزون کرده بود. اینها دنبال این بودن که سیمان رو تولید بکنن و صادر بکنن، فکر حرفشون این بود، در حالی که این کار غلطی بود، از ابتدا غلط بود. طرح جامعه سیمان هم نوشتن که ما در اون موقع گفتیم این طرح جامعه نیست، 1500 کیلوگرم آهک، سنگ آهک مصرف میکنن، 300 کیلوگرم خاک رست مصرف میکنن، 50 کیلوگرم وزن گچ، به سنگ گچ مصرف میکنن،
200 کیلوگرم سنگ آهن مصرف میکنن، 125 لیتر سوخت فسیلی مصرف میکنن یا گاز طبیعی مصرف میکنن یا مازوت، فرق نمیکنه. که بیان این مساله رو همه رو با هم دیگه قاطی بکنن که سیمانش کنن عرض حضور شما که برای به اصطلاح سیمان شدن این قضیه 1 تن گاز کربونیک وارد محیط زیست میشه که ما باید به اصطلاح دودشو بخوریم، اون به اصطلاح ضرراشو متحمل بشیم. که چی؟ میخوان عرض حضور شما که 1 تن گاز کربونیک رو به ما میدن که بخوان 1 تن سیمان تولید کنن. ببینید عرض حضور شما که 1 تن گاز کربونیک وارد محیط زیست میشه که بخوان 1 تن سیمان درست کنن. البته این سیمان پاکتیه، چون کاغذ و اینها هم داره، قیمتش خب گرونتر میشه و اینو بهتر میتونن احتکار کنن، بهتر میتونن دلالی روی این قضیه بکنن. در صورت که این سیمان رو باید سیمان بنایی تولید بکنن برای پاکت که برسه به دست مصرف کننده باقی. با این همه به اصطلاح مسائلی که من برای شما گفتم، آیا سزاواره که سیمان صادر بشه؟ آیا 22 دلار سوختمونو خدمت شما عرض کنم مصرف کنیم، گاز کربونیک وارد محیط زیستمون بشه که بخوایم سیمان صادر کنیم؟ آیا این کارخونجات سیمان نباید به فکر این باشن حالا که سیمان زیادتری دارن به جای صادرات خودشون در داخل مصرف رو اضافه کنن؟ یعنی چی؟ یعنی دنبال این باشن ببینن کجاها میشه سیمان مصرف کرد و از این مسئله استفاده کنن. تازه گاهن دلارش هم وارد کشور نشده و بعد جایزه صادراتی هم ممکنه گرفته باشن. خب ببینین چقدر را وقت ما باید چی بگیم که سر اونو بکوبیم به دیوار؟ به نظر من ما باید سر اونو بکوبیم به دیوار. من نمیدونم، مگه کارشناس ندارن اینا؟ مگه نمیدونن؟ یعنی واقعا این مسائل ما میدونیم اونا نمیدونن؟ پس ببینید چقدر دارن خیانت میکنن. موضوع ورود به بورس من فکر میکنم که کار درستی نیست، مگر اینکه خدمت شما عرض کنم اینا بتونن بشینن به ما بشینن باشون بشینیم صحبت بکنیم ببینیم که مثلا فرض کنیم که دلایلی دارن که خدمت شما عرض کنم دلایلشون از ما محکم‌تره، ولی تا اونجایی که من تا حالا شنیدم دلایلی که آوردن اصلا درست نیست. گفتن که میخوایم خدمت شما عرض کنم که مثلا شفاف سازی کنیم. اصلا این شفاف سازی نیست. کسی که امروز میاد از بورس سیمان میخره، دلالی که میخره به یه دلال دیگه میفروشه، اون یکی به یکی دیگه میفروشه، این کجا شفاف سازیه؟ اما کارخونه داری که من باشم و امثال من وقتی که میرم سیمان رو از مستقیم از کارخونه سیمان میخرم، این که بهتر میشه بشناسایی کرد، این که شفاف سازیش بهتره، مالیاتشو بخوام بگیرم میگیرم، بیمهشو بخوام بگیرم میگیرم، این که بهتره که تو اینکه ندونه آدم کجا میره کجا هست و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. خب از این به بعد اگر اینجوری باشه ممکنه حتی سیمان هم قاچاق باشه. عرض کردم قبلا خدمتتون که مصرفش استاندارد میتونه نباشه و به همین دلیل کار وزارت به اصطلاح مؤسسه استاندارد دخالت کرده و گفته آقا این کاری که شما دارید میکنید کار درستی نیست و سیمان عرض حضور شما مصرفش باید استاندارد باشه و با ماست و باید که وسیله کارخانجات بتونی توضیح بشه. اونجا من باید برم با 10 تا دلال دیگه، با 20 تا دلال دیگه رقابت کنن؟ خب این که شفاف سازی نیستش که. شو وقت تازه سیمان رو میان قیمت پایه براش میذارن. اگر قراره که تو واقعا همه سیمانشو عرضه کنه، همه سیمانش عرضه کنه، خب حالا قیمت اگه پایینم اومد باید بیاد دیگه. سیمان فله ای که الان باید تولید بکنه و بده به اصطلاح کارخونجات بتون که
سازه های کشور رو بسازن، مدرسه هایی که بچه های شما میخوان برن. ما باید بارش رو دوش ماست، ماها هستیم که باید مسائلش رو تأمین کنیم، بتونش رو تأمین کنیم. ساخت و سازهایی که میشه بارش رو دوش ماست. ما میدونم عرض و حضور شما که جاهایی که درست میشه، پادگان هایی که درست میشه و و و و حالا من اسم میارم، اینا سیمانشو میدن معلوم نیست کجا، ولی بتونشو ماها باید بدیم، بارش رو دوش ماست. سیمان بره تو بورس استاندارد ممکنه مصرف نشه. تا سیمان الان بره تو بورس امروز معلوم نیست چه قیمتی باشه. همین امروز تو بورس من 10 دفعه تا حالا پرسیدن آقا قیمت پایه بخریم یا هر چقدر گفتن، دلار تو دلال میان قیمت بالا میگن، ما مجبوریم بگیم قیمت بالا بخریم. حالا یه روزم نمیان ما قیمت پایه میخریم. حالا من نمیدونم یه سیمانی خریدم مثلا 800 تومان، یه سیمانی هم خریدم 300 خورده ای 400 تومان، من چه قیمتی باید بفروشم؟ 800 تومانی بفروشم، 400 تومانی بفروشم؟ اینم درست نیست. باید ثبات داشته باشه. در گذشته هم این بوده، در گذشته هم که این اتفاقا نیفتاده بود ما میدیدیم 10 سال پیش تا سیمان قیمت متعادل پیدا میکرد صبح شایع میکردن که کارخونه سیمان فلان جا خوابیده. همین که شایع میکردن قیمت سیمان افزایش پیدا میکرد، حتی شایع میکردن، در حالی که ما سیمان به اندازه کافی داریم. ایمانه که نداریم. الان این کاری هم که دولت میخواد بکنه که سیمان برده تو بورس، هیچ چیزی غیر از من فکر میکنم، هر چی دارم فکر میکنم که آخه چه دلیلی داره، آیا واقعا راه درست میشه، واقعا دلالی کم میشه، چیزی نمیبینم جز یه چیزی که سیمان رفته تو بورس به خاطر اینکه شاخصهای بورس بره بالا. فقط اینو دارم میبینم، هیچی نه دیگه نمیبینم. اینم بازم میگم راه داره دیگه، قیمت سیمان رو افزایش بدن اما تو همون کارخونه سیمان، کارخونه های سیمان سیمان بفروشه و نظارت بکنن که کارخونه هاشون فیتیلر رو نکشن پایین به اندازه که تولید دارن تولید بکنن. و گفتم بهتون کارخونه های سیمان هم دنبال بازی صادرات اینا نباشن، دنبال این باشن که تو کشور خودمون با توجه به این همه ضرر و زیان هایی که کارخونجات سیمان به کشور میزنن، از جاده ها استفاده میکنن، برق مصرف میکنن، هر دوزون شما سوخت مصرف میکنن، این همه دارن خسارت های این چنانی به کشور میزنن، دنبال این باشن که بهینه مصرف بشه سیمان، کجاها مصرف بشه، چه کارهایی ما میتونیم بکنیم افزایش بدن مصرف، افزایش بدن در داخل کشور افزایش بدن.